وین 4، مذاکراتی که به نگارش متن ختم نشد. ایران و 5+1 قبل از نشستن بر سر میز مذاکرات وین 4 اعلام کرده بودند که این مذاکرات هرچند دشوار و پرفراز و نشیب خواهد بود، اما هدف آن نزدیک شدن به نگارش متن توافق نهایی است. کار دشواریه. گفتیم ما چیزی بیش از حقمون نمیخوایم، ولی روی حقوقمون هم کوتاه نخواهیم اومد. اما سفرهای هیئت آمریکایی در سر راه رسیدن به وین معادله مذاکرات را به سمت حل نشدن کشاند. آقای نخست وزیر، من به شما اطمینان میدم که آمریکا به تلاش‌های خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد و هر کاری که از عهده‌اش بر بیاد انجام میده. ایران صراحتاً باید برخی تصمیمات بسیار سختی رو بگیره. همونطور که من بارها گفتم، ما همچنان اعتقاد داریم نرسیدن به هیچ توافقی بهتر از رسیدن به توافق بده. در این میان دکتر روحانی رئیس جمهور ایران به صراحت از خط مشی ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای سخن گفت. هیچ چیزی به عنوان فناوری، دانش هسته‌ای، مسیر پیشرفت، اینا روی میز نیست تا با کسی معامله کنیم. نه تضعیف این ملت، نه تحقیر این ملت، نه تحریم این ملت، نه تهدید این ملت، هیچ یک از اینها کارگر نیست و نخواهد. و این یعنی طرف مقابل تیم مذاکره کننده ایران بدانند ایران در عین همکاری و صداقت برای حل سوء تفاهم ها هیچ گونه مسامحه ای را در خود راه نخواهد داد، از حقوق ملت که در واقع خطوط قرمز هسته ای هستند عبور نخواهد کرد. خیلی خوش آمدید جناب دکتر عرفشی به برنامه گفتگوی ویژه خبری. بعد از 3 روز مذاکرات فشرده به تهران وارد شدی، خیر مقدم میگم. اولین پرسش این هست که چرا در این مذاکرات فشرده علارغم دورهای قبلی بحثای کارشناسی که صورت گرفت و قرار بود به متن نگارش متن منجر بشه، در واقع این اتفاق نیفتاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و عرض ادب دارم خدمت همشون و آرزوی موفقیت و بهروزی. خدمتتون عرض بکنم که ما از ابتدا هم میدونستیم که این مذاکرات بسیار سختی خواهد بود و فاصله بین دیدگاه های طرفین به اندازه هست که نزدیک شدن اونها به هم دیگه نیاز به زمان طولانی داشته باشه، نیاز به بحث ها و گفتگوهای زیادی داشته باشه و نیاز به ابتکارات مختلف، تلاش های مختلف تا بشه این دیدگاه ها رو به هم نزدیک. ما در طول 3 دوره گذشته مذاکرات که در وین انجام دادیم برای رسیدن به توافق نهایی، سعی کردیم که با بحث های کلی که انجام میدیم این کار صورت بگیره، دیدگاه ها به هم نزدیک میشه. ما در 3 دور گذشته، وین 1، 2 و 3، در حقیقت کلیات بحث ها رو در مورد هر موضوع انجام دادیم. موضوعات مختلفی روی میز هست، یعنی ما واقعا با موضوعات متنوع و گسترده مواجه هستیم. هر کدوم از این موضوعات به شاخه های مختلف تقسیم میشه، در مورد هر شاخه باید صحبت‌های مکرری صورت بگیره و به تفاهم برسیم. ما در 3 دور گذشته در مورد همه این موضوعات گفتگو کردیم، در جلسات طولانی دیدگاه‌هامون رو گفتیم، اونها دیدگاه‌هاشون رو گفتن. سعی کردیم که هم آشنا بشیم، هم در مورد راه حل‌ها با هم صحبت بکنیم، ببینیم چه گزینه‌های مختلفی رو میشه پیدا کرد و چگونه میشه به یک توافق در مورد هر کدوم از اونها رسید. احساس ما این بود که از دور 4، یعنی همین دوری که دیروز تموم شد، ما قادر خواهیم بود که وارد نگارش متن بشیم و سعی بکنیم که دیگه اون تفاهمات رو روی کاغذ بیاریم. این خواست هر دو طرف بود و احساس ما این بود که این شدنی هست در دور 4 مذاکرات. خب وقتی در این دور مذاکرات انجام شد، بحثا رو شروع کردیم، مشخص شد که شاید یک مقدار زود هست برای اینکه وارد نگارش متن بشیم.
معلوم بود که هنوز تفاوت‌ها و اختلاف‌ها در موضوعاتی که هست در بعضی جاها به قوت خودش باقیه و هنوز ما احتیاج داریم به این که بحث بکنیم تا اینها رو به هم نزدیک بکنیم. در سه روز گذشته یا به نوعی چهار روز گذشته، چون ما از سه شنبه شب فی‌الواقع شروع کردیم و کل چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، خب خیلی مذاکرات مفصلی صورت گرفت، خیلی فشرده بود. ما در همه سطوح و در همه قالب ها مذاکره کردیم، هم در سطح وزرا بین آقای ظریف و خانم اشتون، یعنی تیم ایشون و تیم خانم اشتون، هم بین معاونین و مدیران سیاسی، هم بین کارشناسان، کارشناسان فنی ما، کارشناسان حقوقی ما مذاکرات مختلفی شد، هم به صورت دو جانبه، هم چند جانبه، هم در جمع، هم سه جانبه، به هر حال به اشکال مختلفی که احساس میکردیم نیاز هست تا بشه دیدگاه ها رو به هم نزدیک کرد. این مذاکرات رو انجام دادیم و خب نتیجه ای که حاصل شد این بود که ما هنوز آماده نوشتن متن نیستیم. خب نمیخوام بگم جای تاسفه، به هر حال طبیعی هست، در هر مذاکره ای نمیشه انتظار داشت که حتما با چند جلسه شما بتونید که به تفاهم برسید. جلسه دور اخیر مذاکراتی برای ما فی الواقع دور اول به حساب می اومد. دورهای قبلی جلسات کلی تبادل نظر بود، یا به قول حالا خارجیش برین استورمینگ بود، فقط بحث می‌کردیم با هم. در این دور اخیر در حقیقت دور اول مذاکرات بود که حالا می‌خواستیم بنویسیم. خب مشخص شد هنوز زود هست. ما میتونم بگم در مورد متن هیچ پیشرفتی نداشتیم یا هیچ پیشرفت ملموسی نداشتیم. البته متن رو میشه تقسیم کرد به دو قسمت، شکلی و محتوایی. در قسمت شکلیش چرا یه مقدار تقریبا به یک نگاه مشترک رسیدیم که چگونه متن باید تنظیم بشه. اینکه عنوان این توافق چه باشه، تقریبا یک نگاه مشترک پیدا کردیم. دو سه تا عنوان هست که نزدیک خواهیم شد. روی مقدمه متن یه مقدار کار کردیم. مقدمه متن خب شامل یک سری اصول و مشخصه هایی هست که راهنمای به اصطلاح توافق هست. توافق ژنو کار ما رو از این جهت آسون کرده، چون مقدمه‌ای که اونجا اومده خب مقدمه واقعا مهمی هست. خود اون مقدمه در توافق ژنو ساعت‌ها و روزها بحث برد. مقدمه توافق بعدی یا توافق نهایی ما از اونجایی که الهام از توافق ژنو گرفته احتمالاً کار سختی نیست. شاید 4-5 ساعتی روی همین این وقت مقدمه مذاکره کردیم. میتونم بگم که دیدگاه‌ها در مورد مقدمه هم به هم نزدیک شده. در مورد اصل توافق، حالا بعد از مقدمه وارد بالاخره اصل توافق میشین دیگه، راجع به یه مقدار بحث کردیم در مورد اینکه چه موضوعاتی باید باشه، اینکه چه زمان بندی باید مطرح بشه. بالاخره یک سری اقداماتی رو ما باید انجام بدیم، یک سری اقداماتی رو اونها باید انجام بدن، در چه دوره زمانی، چگونه اینها در مقابل هم قرار میگیره. یه ایده هایی رو بحث کردیم با هم. یه مقدار میتونم بگم که باز یه فضای مشترکی داریم در این خصوص، اگرچه توافقی هنوز حاصل نشد. اما قسمت اصلی که محتوا هست و هر موضوع به موضوع، علارغم این که در همه موضوعات یک مروری کردیم و در دو سه تا موضوعی که فکر میکردیم میشه به نتیجه رسید بحث های مفصل تری داشتیم، ولی فی الواقع پیشرفتی نکردیم. این خیلی عجیب نیست، خیلی غیر طبیعی نیست. در همه مذاکراتی که این مقدار گسترده و پیچیده هست، طبیعی هست که شما انتظار داشته باشید که نگارش متن وقتی شروع بشه که ما به پختگی لازم در مباحث خودمون رسیده باشیم و بتونیم بیاریم رو کاغذ. به هر حال در این دور پیشرفتی نداشتیم، اختلافات به قوت خودش باقی هست، اما تصمیم داریم و جدی هستیم هر دو طرف که مذاکرات رو ادامه بدیم. تاریخ بعدی مذاکرات مشخص شده، اعلام هم شده در رسانه‌ها، آخر خرداد هست. احتمال داره که قبل از اون شاید یک دور دیگه هم بتونیم به صورت استراری یا حالا به صورت فوق‌العاده تنظیم بکنیم. هنوز راجع به تاریخش تفاهم نشده، بالاخره همه تقویم کاری شلوغی رو دارند و تلاش میکنیم که در گام بعدی بتونیم پیشرفت داشته باشیم، ولی تا الان اختلافات به قوت خودش باقیه. جام دکتر، مگه بیس کار و پایه کار طرح اقدام مشترک نیست؟ یعنی همون مباحثی که در طرح اقدام مشترک آمده الان به صورت جزئی تر و دیتیل در این طرح جامع مطرح نخواهد شد؟
توافق ژنو کلیات بحث رو مشخص کرده، مشخصه های توافق نهایی رو تعیین کرده، ولی خود این مشخصه ها رو تبدیل به یک توافق کردن خودش کار سنگینه هست. ببینید توافق ژنو غنی‌سازی ما رو در حقیقت میپذیره که ادامه پیدا بکنه، ولی با یک محدودیت هایی که منطبق بر نیازهای ایران باشه. خب یک کار بزرگ ما الان همین این هست که این محدودیت ها رو تعیین بکنیم با توجه به نیازها، یعنی باید نیازها تشخیص داده بشه، تبیین بشه، محدودیت ها بر اساس اون شکل بگیره. خود غنی‌سازی 7 8 تا شاخه توش هست، تعداد ماشین ها، ماشین های سانتریفیوژ، نوع ماشین ها، تحقیق و توسعه، محل غنی‌سازی، محل تحقیق و توسعه، میزان ذخایر، نحوه تبدیل ذخایر، همینا موضوعاتی هست که در یک قالب فقط غنی‌سازی وجود داره و ما باید در مورد همه اونها صحبت بکنیم و به یه توافق برسیم. و این تازه یکی از موضوعات ما هست. در خصوص مثلا راکتور تحقیقاتی عراق، توافق ژنو میگه که باید نگرانی‌های مربوط به این نیروگاه برطرف بشه. خب حالا چگونه برطرف بشه؟ خودش یک دریا بحث داره. ما معتقدیم، قویا هم معتقد هستیم که با استفاده از تکنولوژی میتونه نگرانی ها رو کاهش داد یا از بین برد. این یک واقعیته. راکتور آب سنگین نگرانی هایی در موردش وجود داره، چون یک راه سهل و ساده ای برای رسیدن به مقاصد نظامی هست و به بمب هسته ای هست، اگر کسی این مقصد رو داشته باشه. ما معتقدیم از طریق تکنولوژی، استفاده از فناوری، میشه این نگرانی رو از بین برد. میشه مثلا میزان تولید پلوتونیوم در سوخت مصرف شده رو به حد اقلی رسون که دیگه نگرانی از بمب وجود نداشته باشه. اما ماهیت آب سنگینی عراق باید حفظ بشه. این جزء خطوط اصلی ماست و حتما اعتقاد داریم که عراقی قابل قبول خواهد بود که کماکان آب سنگین باشه، توانش حفظ بشه. حالا اون تغییرات چگونه میتونه نگرانی ها رو از بین ببره، موضوع بحث ما هست. خب در این مورد اختلاف نظر هست، آیا کجا میشه این تغییرات رو داد، کجا نمیشه داد، چگونه باید داد. جلسات متعدد کارشناسی بین متخصصین هسته دو طرف تشکیل شده که به یک راه حلی در این زمینه برسه. فکر میکردیم شاید این راه حل نزدیک باشه، ولی نه، هنوز باید روی این راه حل کار بکنه. خب موضوعات دیگری هم هست، من بخوام اسم ببرم دیگه خیلی وقت تلف میشه. دو تا رو مثال زدم که چگونه ما نیاز داریم که در هر موردی بشینیم کار بکنیم، بحث بکنیم و سعی کنیم تفاهم کنیم. هم طرف ایرانی هم طرف غربی یا پنج به اضافه یک، به صراحت حالا به ویژه طرف غربی، برعکس گفتگوهایی که من رصد میکنم در حوزه بین الملل، به صراحت گفته که ما رازداری شدیدی رو در این زمینه دنبال خواهیم کرد. بنابراین فقط فضا برای گمانه‌زنی فراهم شده، یعنی ما خبرنگارا چاره‌ای نداریم جز این که گمانه‌زنی کنیم. مثلا یکی از بحث‌ها در مورد خود آب سنگین عراق گفتن که سه تا طرح داده شده که یکیش امریکایی‌ها دادن و این ما در واقع در اون مرکز تغییرات ایجاد میشه و احتمالاً از 40 مگاوات به 10 مگاوات در واقع کاهش پیدا میکنه. چه مقدار اینها توی بحث‌های کارشناسی صحبت میشه راجبش؟ همونطور که شما گفتید، شاید طبیعیه که خبرنگاران، اصحاب رسانه، تحلیلگران در این حوزه وارد گمانه‌زنی بشن، وارد حد زدن بشن. من جدا توصیه میکنم به همه مردم بزرگوارمون و به همه متخصصینی که این مباحث رو به صورت واقعی و جدی دنبال میکنن که هم از این گمانه‌زنی ها خودداری بکنن، هم تحت تاثیر این گمانه‌زنی ها قرار نگیرن. بیشتر این گمانه‌زنی هایی که انجام میشه، به خصوص اونهایی که در خارج از کشور انجام میشه، اینها با یک اهداف مشخصی صورت میگیره. در حقیقت تلاش میکنن که به مذاکرات جهت بدن، به جای اینکه داخل مذاکره رو بخوان نشون بدن یا حدس بزنن که چی هست، امیال و اهداف خودشون رو میخوان به اسم گمانه‌زنی به طرف‌های مقابل تحمیل بکنن. این رو واقعا باید مراقب بود. ما گرفتار گمانه‌زنی‌هایی که عمدتاً هم در خارج از کشور صورت می‌گیره نشیم. گمانه‌زنی‌های داخل از کشور هم، داخل کشور هم
تا اونجایی که من دنبال کردم میتونم بگم هیچ کدوم هیچ کمکی به این مذاکرات نمیکنه و لذا خواهش میکنم که هم خودداری بکنن هم تحت تاثیر قرار نگیرن. واقعیت این هستش که ما با موضوعات مختلفی مواجهیم، در مورد هر موضوع هم راه حل های مختلفی وجود داره. حالا عراق که شما مثال زدید، بنده هم قبلش همین مثال رو زده بودم، خب باید نگرانی ها در مورد عراق کاهش پیدا بکنه یا مرتفع بشه و فکر میکنیم که استفاده از مدل های علمی و فناوری های روز میتونه این کار رو انجام بده. چگونه این کار صورت بگیره؟ خیلی طبیعیه که ممکنه ایده های مختلفی وجود داشته باشه و واقعا وجود داره، ایده های از سوی طرف های مختلفی داده شده، هم خود ما ایده داریم هم طرف های مقابل ما ایده دارن. کدوم یکی از این ایده ها بهتر کار میکنه و بهتر جوابگوی نیاز ما که حفظ ماهیت آب سنگینی عراق هست رو میکنه، در این حال توانایی عراق رو هم حفظ میکنه، کدوم انتخاب میشه، به کدوم میرسیم؟ این یک بحث فنی جدی کارشناسی داره که متخصصین هسته‌ای باید انجام بدن و دارن هم انجام میدن و امیدوارم هستیم که بالاخره به یک مدلی برسن که پاسخگوی خواسته های دو طرف باشه. این با گمان زنی ها و اینکه این چی گفته اون چی گفته هیچ کمکی به این قضیه نمیشه. من اطمینان میدم که هیچ کدوم از طرحهایی که و مدل هایی که الان ارائه شده قدرت راکتور عراق رو کاهش نمیده. من برای خود من، حالا به عنوان کسی که دقیقا در همه اجزای مذاکره هستم، خیلی شنیدنش هم عجیب بود هم مضحک بود که مثلا قدرت نیروگاه از 40 به 10 کاهش پیدا میکنه. در هیچ کجا همچی بحثی نیست و اصلا هم قرار نیست باشه. این راکتور یک راکتور 40 مگاواتی هست و تغییراتی هم اگر داده بشه برای این هست که میزان پلوتونیوم مثلا کاهش پیدا بکنه، میزان خطرات اشعاعیش کاهش پیدا بکنه، همزمان ایمنیش افزایش پیدا بکنه. اصلا قرار نیست قدرتش کاهش پیدا بکنه. عرض میکنم اونهایی که اینها رو رواج میدن یک اهداف دیگری در پس ذهنشون دارن که بهتر اهمیت داده نشه. ما شاهد بودیم که در طی همین 3-4 روزی که مذاکرات در حال انجام بود، یکی از موضوعاتی که مطرح می‌کردن بر اساس حول و حوش میزان اختلافات بود. حتی عدد و ارقام می‌دادن. بعضیا 5 تا موضوع رو مطرح کردن که دچار اختلاف نظر هست ایران با 5 به اضافه 1، بعضی ها 13 تا رو گفتند و حضرت عالی فرمودین که بیشتر از این هم ممکنه باشه، یعنی حداقل این که آماری نمیشه از این موضوع مطرح کرد. واقعا اختلافات چقدره؟ اختلافات در همه موضوعات وجود داره. این که چند تا موضوع در دستور کار ما هست واقعا نمیشه دقیق گفت، برای اینکه بستگی داره که از چه منظری نگاه بکنیم. بعضی از موضوعات خودشون به شاخه‌های مختلف تقسیم میشن. اگر هر موضوعی رو با زیر شاخه‌هاش در نظر بگیری به یه تعداد میرسیم، اگر خودش رو کلی در نظر بگیریم یه تعداد. بعضی‌ها این زیر شاخه‌ها با هم تلاقی داره، مهم نیست. به نظر من خیلی اینکه چند تا موضوع دقیقاً هست مشخص مهم نیست. مهم این هست که یه تعدادی موضوع هست، هر کدوم با عرض می‌کنم موضوعات مرتبط با خودشون، در مورد همه اینها ما باید تصمیم گیری بکنه. میتونم عرض بکنم در مورد همش اختلاف وجود داره. در مورد هیچ کدوم ما به تفاهم نرسیدیم. حتی اگر هم در مورد هر کدوم به تفاهم برسیم، باز به تفاهم هنوز نرسیدیم تا وقتی که در مورد همه موضوعات به تفاهم برسیم. این اصل بر مذاکرات ما حاکم هست که توافق حاصل نمی‌شود مگر اینکه در مورد همه موضوعات تفاهم حاصل شود. و بنابراین ما حتی اگر که در مورد بعضی از موضوعات هم تفاهم حاصل بشه، اینها کماکان میمونه تا در مورد موضوعات دیگه هم تفاهم حاصل بشه، به خصوص که این موضوعات بر هم دیگه اثر دارن. یه مثالی که زیاد زده شده بنده هم به کار بردم همون بحث مکعب روبیک هست، به اصطلاح اون پازلی که 3 بعدی هست. در ما کاری که در مذاکرات داریم انجام میدیم با یک پازل معمولی که قطعاتش رو کنار هم میچینیم فرق میکنه. در پازل معمولی قطعات کنار هم چیده میشه و نهایتاً یک تصویری به دست میاد و هر قطعه وقتی سر جاش میره دیگه سر جاش هست، بقیه دور و برش چیده میشه. ولی در اون مکعب روبیک 3 بعدی نه، شما یک مهره رو وقتی سر جاش میذاری، مهرهای دیگه رو که میخوای سر جاشون بذاری، دوباره همه چی به هم میخوره و باید انقدر این بچرخه تا به اصطلاح همه مهره ها در جای خودشون قرار بگیرن. کافی نیست که یک ضلع مکعب رو مثلا ضلع رنگ قرمز رو درست بکنی،
بیای زلهای دیگر رو درست بکنی دوباره اینها به هم. بنابراین ما نمیتونیم یک دقیقا بگیم که چند تا اختلاف داریم، راجع به چی اختلاف داریم، راجع به چی نداریم. راجع به همه موضوعات اختلاف داریم تا وقتی که در مورد همه موضوعات به تفاهم برسیم. اما خب طبیعی هست که موضوع به موضوع سعی میکنیم نگارش بکنیم و بعد شاید دوباره برگردیم به هر کدوم. در حال حاضر پیشرفتی در این جهت نداشتیم، پیشرفت محسوسی نداشتیم، ولی همونطور که عرض کردم فضای مذاکره یک فضای جدی هست. دو طرف خواهان رسیدن به تفاهم هستن، باید به کارمون ادامه بدیم. از اول هم میدونستیم کار سختی هست، کار سخت و دشواری هست. در مورد همه موضوعات به نتیجه رسیدن با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داره مشکل هست. خطوط قرمز طرفین هنوز در بعضی جاها با هم تلاقی داره و باید این رو رفع بکنن. طرف مقابل ما میتونم عرض بکنم که تا الان تصمیمات سخت گرفته تا ما به اینجا رسیدیم. حالا اونهایی که ادعا میکنن ایران باید تصمیمات سخت بگیره، حتما خودشون به خاطر میارن که این اونها بودن که اول تصمیم سخت گرفتن تا توافق ژنو میسر شد. وقتی که اون تصمیم سختی که باعث شد سیاست غنی‌سازی صفر رو کنار بگذارن و بیان به غنی‌سازی ایران رضایت بدن، این تصمیم سختی بود. باز هم باید تصمیمات سخت بگیرن، باید ابزارهای تهدید و تحریم رو کنار بگذارن. این تصمیم سختی هست. باید در نحوه رفتار و تعاملشون با جهان و به خصوص با ایران به این تصمیم برسن که ابزار تحریم، ابزار تهدید رو کنار بگذارن. این دو ابزار هرگز کار نخواهد کرد. ملت ایران نه به ابزار، نه به زبان تهدید جواب میده، نه به زبان تحریم جواب میده، فقط به زبان تکریم و به زبان احترام جواب میده. باید حقوق ما تثبیت بشه، باید مورد احترام واقع بشه. حقوق ما وجود داره، ما حقمون رو از کسی نمیخوایم. من این موضوع رو یک بار دیگه تکرار بکنم، حق ما بر اساس NPT، بر اساس قوانین بین الملل، بر اساس حقوق ذاتی کشور، حقوق تفکیک ناپذیر هست. این حق وجود داره، ما از اونها میخوایم به اجرای حق ما احترام بگذارن و باید این کار رو بکنن تا ما موفق بشیم به یک توافق نهایی برسیم. وقتی که به حقوق ما احترام گذاشته بشه، اجرای حق و حقوق ما میسر باشه، پذیرفته بشه، باهاش معارضه نشه، تحریم در برابرش برقرار نکنن، ما میتونیم به یک تفاهم برسیم. ما به دنبال تفاهم هستیم، حتما میخوایم یک تفاهم داشته باشیم، ولی توافقی که حقوق ملت ایران رو تأمین بکنه. و ترجیح میدیم که توافقی که حقوق رو تأمین نمیکنه هرگز نداشته باشیم. با این هدف و با این خط مشی در مذاکرات به پیش میریم، ولی امیدوار هستیم که بتونیم به این هدف برسیم. جناب دکتر عراقچی، ما در مرحله‌ای که وارد مذاکرات ژنو شدیم به صورت کاملا روشن یک سری خطوط قرمز رو بیان کردیم. یک، حق غنی‌سازی، این که یک گرم ماده اورانیوم غنی شدنمون رو به خارج کشور ارسال نخواهیم کرد، این که ما تحقیق و توسعه رو متوقف نمی‌کنیم، هیچ یک از سایت هامون رو متوقف نمی‌کنیم و این جزء اصول بنیادین ما در طرح اقدام مشترک بود. در این مرحله، یعنی طرح جامع، آیا اصول بنیادین تغییر کرده یا همینها یا اضافه شده بر اینها؟ فلواقع میتونم بگم که تغییر نکرده، اصول ما ثابت بوده و هست. ما در این قضیه به دنبال سیاست بازی نیستیم، به دنبال کاسب کاری نیستیم که خطوط قرمزمون رو جابجا بکنیم، کم بکنیم، زیاد بکنیم. نه، یک سری حقوقی برای ملت ایران وجود داره. خط قرمز اول ما تثبیت این حقوق هست، به هیچ وجه هم از اونها کوتاه نخواهیم آمد. و بقیه خطوط ما هم بر همین اساس تنظیم شده. از ابتدای مذاکراتی که منجر به توافق ژنو شد ما این خطوط رو بیان کردیم، در مذاکرات هم رعایت شده، در توافق ژنو رعایت شده، در مذاکرات اخیر هم همون خطوط وجود داره، همون اصول وجود داره و ما از اونها کوتاه نخواهیم آمد. اصول هم همون هایی است که شما جناب علی کم و بیش برشمرید. اولش حقوق ملت ایران هست، خط قرمز نهایی ماست، به هیچ وجه قابل خدشه نیست. احترام به این حقوق باید در هر شرایطی صورت بگیره. غنی‌سازی باید ادامه پیدا بکنه. مواد از کشور خارج نخواهد شد. راکتور عراق آب سنگین باقی خواهد بود. و حالا از این قبیل که وجود داره، به هیچ وجه تغییر نکرده و تغییر هم نخواهد کرد. و
و ما انشالله با تحقق این خطوط قرمز به توافق نهایی میرسیم. اگر هم نرسیدیم، همونطور که من گفتم، دنیا به آخر نرسیده، هیچ فاجعه ای رخ نمیده. حقوق مردم ما از همه چیز مهمتر هست، بر اونها پافشاری خواهیم کرد. تا 30 تیر فرصت گام اول توافق ژنو هست. ترجیح همه طرف ها، هم ما هم اونها، این هست که تا 30 تیر به یک توافق برسیم. اگر برسیم خیلی خوبه، نیاز به تمدید اون گام اول هم نداریم. اما اگر نرسیدیم هم خب نرسیدیم، ما به تلاشمون ادامه خواهیم داد. یک 6 ماه دیگر هم هنوز وقت داریم. توافق ژنو میگه که مذاکرات مربوط به توافق نهایی بیشتر از 1 سال نخواهد بود، یعنی 1 سال فرصت تعیین شده برای این کار و ما از این 1 سال سعی میکنیم استفاده بکنیم. ترجیح ما همین 6 ماه اول هست و تا تاریخ 30 تیر. اما اگر که موفق نشدیم هم عرض کردم مذاکرات ادامه خواهد پیدا کرد و در پایان 1 سال هم اگر باز هم به توافق نرسیم، خب نرسیدیم. ما مهم اصولمون هست که بر اونها پافشاری بکنیم و خواهیم کرد انشاءالله، و توافقی رو بر اون رضایت خواهیم داد که این حقوق و اصول مسلم، حقوق مسلم هسته مردم ایران در اون محترم شمرده بشه. اگر بتونیم بهش برسیم حتما طالبش هستیم، اگر هم نتونیم برسیم صادقانه به ملت ایران گزارش خواهیم داد، علتش رو خواهیم گفت، زیاده خواهی هایی که صورت گرفته رو خواهیم گفت و نهایتا این مردم ایران هستن که از همه جزئیات مطلع خواهند شد و انشالله همونطور که تا الان ایستادگی کردن، برای هر گونه شرایط عادی هم ایستادگی خواهند کرد. جناب دکتر عراقچی، شما در تمام مذاکرات کارشناسی در حد وزرا و معاونین حضور داشتید. ما هفته گذشته قبل از مذاکرات شاهد بودیم که جناب دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کردن که ما آپارتاید هسته‌ای رو نمیپذیریم و زیر بار این موضوع نخواهیم رفت. آیا این نشون دهنده زیاده خواهی است که الان در مذاکرات از طرف برخی از طرف‌ها، به ویژه مثلا ممکنه آمریکایی‌ها، صورت گرفته باشه؟ ببینید، زیاده خواهی باید گفت که خصلت قدرت‌های بزرگه و مقاومت در مقابل زیادی خواهی هم خصلت مردم بزرگ ایران هست، مردم دلاور ایران. این طبیعی هست که ما در مذاکره با زیاده خواهی ها مواجه بشیم، چیز عجیبی نیست و در مقابل اونها هم ایستادگی خواهیم کرد قطعا و تن نخواهیم داد به تفاهمی که، به توافقی که از حقوق ما کم بگذاره و به زیاده خواهی های طرف مقابل جواب بده. اجازه هم نخواهیم داد که با ایران به عنوان یک استثناء برخورد بشه. ما البته پذیرفتیم که در برنامه هسته‌ای خودمون اعتماد سازی بکنیم و این اعتماد سازی در مسیر خودش ممکنه یک سری محدودیت های موقتی و یک سری نظارت های موقتی رو قبول بکنیم ما، که هرگز فراتر از یا کمتر از نیازهامون نخواهد بود. حتما اون چه که مربوط به نیازهای ما میشه ادامه پیدا میکنه، اون چه که بیشتر از نیازهامون باشه برای دوره زمانی مشخصی در خصوصش ممکنه که محدودیتی رو قبول بکنیم یا نظارت بیشتری رو بپذیریم. اما اجازه نمیدیم که با ایران به عنوان کشور استثنایی برخورد بشه و قوانینی رو تا به عنوان استثناء بر ایران تحمیل بکنن که بخواد تا ابد ادامه پیدا بکنه. اگر هم که محدودیت های رو میپذیریم حتما موقتی خواهد بود و به منظور اعتماد سازی. من احساس میکنم که مسیری که ما انتخاب کردیم مسیر درستی هست. مذاکرات از نظر ما در مسیر درستی پیش میره، اگرچه خیلی سخت و کند هست، ولی مسیر درستی هست. با این مسیر اگر به تفاهم میشه به تفاهم رسید، به شرطی که در طرف مقابل هم حسن نیت و هم اراده لازم و هم واقع بینی وجود داشته باشه، به واقعیات صحنه توجه بکنن، در این صورت هست که به تفاهم میتونیم برسیم. بحث تحقیق و توسعه یکی از موضوعاتی بود که مثلا به صورت مشخصش ما هفته گذشته با حضور رئیس محترم جمهوری 3 تا از دستاوردها که در زندگی روزمره مردم کاربرد داره
در واقع مورد بهره برداری قرار گرفت. اما به نظر میرسه که حداقل بر اساس اون چیزی که در رسانه هاشون منتشر میکنن، یکی از موضوعاتی که روش به شدت فشار میارن بحث تحقیق و توسعه هست. جمهوری اسلامی ایران برای اینکه سیر حرکت در مسیر استفاده از دانش هسته‌ای صلح‌آمیز رو دنبال کنه چگونه رفتار کرده و چگونه شما این پیام رو به طرف‌های مذاکره کننده منتقل کردید؟ ببینید، ما این رو خیلی مشخص گفتیم، یکی از خطوط قرمز ما دانش و فناوری و علم ما هست. هیچ عاملی نمیتونه که ما رو محدود بکنه در این که در علم و تکنولوژی پیشرفت بکنیم. این مسلماً از خطوط قرمز ماست و هیچ چیزی نباید ما رو در حوزه هسته‌ای در بحث تحقیق و توسعه و در بقیه مباحثش البته وادار به توقف بکنه. علم، تکنولوژی و فناوری متعلق به ملت ایران هست، نمیشه جلوش رو گرفت، کسی حق نداره این کار رو بکنه و کسی قدرتش رو هم نداره. همونطوری که خیلی سعی کردن که ما به خیلی از این تکنولوژی ها نرسیم و ناموفق بودن، نمونه زیاد هست، نمونه بارزش غنی‌سازی 20% هست، نمونه های دیگر زیاد وجود داره، نمیتونن جلوی پیشرفت علم و فناوری ایران رو از جمله در بحث هسته‌ای و غنی‌سازی بگیرن. بنابراین از نظر ما تحقیق و توسعه به معنای عام خودش در حوزه هسته‌ای جزء مسائلی هست که قابل مصالحه نیست و ما نمیتونیم هیچ محدودیتی رو بر پیشرفت علم و دانش بر کشور بپذیریم. یکی از موضوعاتی که گاهی اوقات دغدغه آفرین هست اینه که موضوع هسته‌ای رو این مذاکرات فراتر برند و بحثی رو که الان تحت عنوان ابعاد احتمالی نظامی بحثای هسته ایران مطرح میکنن، PMD، این موضوع رو هم در دستور کار قرار بدند. گرچه رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که اون چه که روی میز هست شفافیت از طرف ماست و بقیه موضوعات قابل از جمله توان دفاعی ما که جناب دکتر ظریف هم بارها اعلام کرده موضوع قابل گفتگو نیست. آیا روی این موضوع هم اونها تأکیدی دارن یا در مذاکرات؟ من اجازه بدهید تفکیک قائل بشم بین برنامه‌های دفاعی کشور و موضوع PMD که ابعاد احتمالی نظامی بر برنامه ما هست. برنامه‌های دفاعی کشور همونطور که شما گفتید به هیچ وجه قابل مصالحه که هیچ، قابل مذاکره هم نیست حتی. سیستم‌های دفاعی کشور، تجهیزات دفاعی کشور و برنامه‌های دفاعی کشور به هیچ وجه موضوع مذاکره نبوده، نیست و نخواهد بود. این تکلیفش روشن باشه. اما ما یک مفهوم دیگری داریم یا مقوله دیگری داریم به نام PMD یا Possible Military Dimensions، ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران، که این مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران هست. بعضی سوالاتی وجود داره که ادعا میشه که در گذشته مثلا یک ابعاد نظامی هم برنامه هسته‌ای ایران داشته، که کاملا غلط و اشتباه است و ادعاهای کذبی هست که با اهداف خاصی بالاخره طراحی شد. خب اینها رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودش رو موظف میدونه یا مدعی هست که وظیفه داره که اینها رو روشن بکنه و پاسخی پیدا بکنه برای سوالاتی که در این زمینه وجود داره. ما هم از اونجایی که به خودمون و به برنامه مطمئن هستیم در این خصوص مشکلی نداریم که با آژانس همکاری بکنیم. مشکلی هم اگه هست مشکلات فنی و به اصطلاح مربوط به روند کار هست. اینکه به اسم به اصطلاح موضوعات مربوط به گذشته بخواد اهداف دیگری دنبال بشه، بازرسی از محلهای صورت بگیره که ضرورت نداره، بازرسی بیان که اهداف دیگری داشته باشن، ما اینها همیشه مورد نگرانی ما بوده. موضوع PMD رو یا مسائل مربوط به گذشته رو ما جداگانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث کردیم، مذاکره کردیم. سال گذشته اگر خاطرتون باشه آقای آمانو در همین رابطه به ایران اومد در مورد به اصطلاح موضوعات گذشته و حال، موضوعات و سوالاتی که برای آژانس باقی مونده و باید آژانس به دنبال پاسخ اونها هست. در مورد اینها یک توافقی پارسال با آقای آمانو صورت گرفته. بر اساس اون توافق ما قدم به قدم
این موضوعات رو بررسی میکنیم، سوالات آژانس رو میگیریم و پاسخهای لازم رو میدیم. آخرین موضوعش که اتفاقا یک مقدار سر صدا کرد و باعث سوء تفاهماتی در رسانه ها شد، موضوع چاشنی های انفجاری بود. ادعاهایی که میشد که ایران روی چاشنی هایی که مثلا در سلاح های هسته‌ای کاربرد داره روی اینها کار کرده، خب آژانس اومد سوالات رو مطرح کرد، ما هم پاسخهایی رو دادیم و پاسخهای ما خیلی روشنگرانه بود و مامورین آژانس هم این پاسخها رو دریافت کردن. در مورد برخی از اونها سوالاتی دارن دوباره مطرح میکنن، پاسخ داده میشه. یه کار مداومی هست که ما با آژانس داریم انجام میدیم برای حل این موضوعات. اینها مسیر خودش رو طی میکنه و از نظر ما هیچ موضوع غیر طبیعی در مورد اون وجود نداره. یعنی آخه برخی از رسانه ها یا برخی از مقامات غربی میخوان به پی ام دی گره بزنن، بحث موشک های بالستیک رو، و این جزء توان دفاعی جمهوری اسلامی تلقی میشه. پس چاشنی های انفجاری یا مسائلی از این دست با قسمت توان دفاعی کاملا مجزا هستن. کاملا مجزا هست و همون که عرض کردم، ما اجازه نمیدیم که به بهانه سوالاتی که از گذشته وجود داره بخواد سوء استفاده ای صورت بگیره، با مسائلی گره زده بشه که نباید زده بشه. اینها نگرانی های ما هست که باعث میشه در خصوص موضوعات مربوط به گذشته با آژانس با احتیاط رفتار بکنیم، مورد به مورد رفتار بکنیم و دقت داشته باشیم. ولی نفس سوالات مربوط به گذشته چیزهایی هست که ما آمادگی پاسخ دادن داریم. اگر این قبیل نگرانی ها رو آژانس بتونه مرتفع بکنه، ما به همکاریمون ادامه میدیم. جناب آقای عراقچی، ما تقریبا 2 ماه دیگه داریم تا این 6 ماه اول تموم بشه. با این وضعیتی که ما داریم، ممکن هست اختلافات همچنان زیاد باشه، ممکنه به یک طرح جامع نرسیم در این 2 ماه، گرچه قرار شده 3 جلسه دیگه برگزار بشه و اون 15 روز آخره تیر ماه رو هم بذارن برای گفتگو. اگر نشود برای این که در واقع 1-6 ماه دیگه تمدید بشه، آیا اون هم منوط به گفتگوهای جدیده یا نه؟ تصور میکنم که اون هم به یک مذاکره جداگانه احتیاج داره. بالاخره یک سری نکات فنی هست که باید روشن بشه که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه چگونه باید باشه. هنوز ما نه 5+1 وارد این مقوله نشدیم. هنوز کسی علاقه نداره که حتی بهش فکر بکنه. همه مصمم هستن که تا قبل از پایان 6 ماه توافق نهایی حاصل بشه. عرض کردم اگر حاصل نشد خیلی فاجعه‌ای رخ نداده. ما احتمالاً چند روز آخر قبل از رسیدن 6 ماه رو، اگر که توافق حاصل نشده باشه، اون چند روز رو باید اختصاص بدیم به یک سری مذاکرات فنی که تمدید این 6 ماهه با چه مشخصاتی باید صورت بگیره. به موقعش انشالله فکرشو خواهیم کرد. فعلا متمرکز بر این هستیم که توافق نهایی رو جلو ببریم. و پرسش دیگری که مطرح هست اینه که بالاخره شما این قبل از طرح اقدام مشترک گفتگوهای مختلفی رو انجام دادید و طی این 4 ماه هم ارزیابی کردید طرح اقدام مشترک رو، و با این پیشینه و با این دانش دارید میرید که گفتگوها برای طرح جامع رو دنبال کنید. واقعا چقدر طرف مقابل صادق هست در گفتگوهای خودش؟ صادق به معنای صداقت سیاسی، نه صداقت ایمانی، که طبعا اینا حالا بحثش جای دیگری است. چه مقدار واقعا این اراده در طرف مقابل میبینید که بخواند موضوع حل بشه؟ ببینید، ما هیچ وقت به طرفهای مقابل خودمون و به نیات اونها خوشبین نبودیم. ورود ما به مذاکرات، حضور ما در مذاکرات، ادامه مذاکرات همواره با این نگاه بدبینی بوده. این فرق میکنه با این که به نتیجه امیدوار هستیم یا نیستیم. امیدواریم، به نتیجه امیدوار است. ولی به طرفهای مذاکره کنندمون خوشبین نیست، با بدبینی نگاه میکنه. به نیات اونها با بدبینی نگاه میکنیم. این به نظرم یک اصل حاکم بر رویکرد ما نسبت به مذاکره هست. اما اینکه واقعا طرف مقابل ما جدی هستن یا نیستن، اگرچه ما بدبینیم،
ولی من میتونم عرض بکنم که ما تا الان نشانه ای که حاکی از این باشه که اونها جدی نیستند ندیدیم. یعنی نمیتونیم روی یک حرکتی از اونها یا یک بالاخره رفتاری انگشت بگذاریم بگیم این حاکی از عدم جدی بودن اونها یا عدم اراده قطعی اونها برای عدم رسیدن به نتیجه میکنه. این رو تا الان ندیدیم، به دقت هم داریم رصد میکنیم، همه حرکت های اونها رو تحت نظر داریم، با بدبینی هم تحت نظر داریم، خوشبین هم نیستیم. و اگر حرکتی رو شاهد باشیم که حاکی از عدم صداقت اونها باشه، عدم صداقت سیاسی اونها باشه، عدم جدیتشون در مذاکره باشه، عدم وجود یک اراده سیاسی لازم برای رسیدن به تفاهم نهایی باشه، قطعاً روی رفتار ما هم تأثیر خواهد گذاشت و ما هم مطابق با اون رفتار خودمون رو تنظیم خواهیم. و آخرین پرسش که وقتمون هم گذشته این هست که خود این که 6 تا کشور هستند، هماهنگ کردن سیاست این 6 تا کشور و شنیدن صدای واحد کار دشواری است، و این که اینها در سطوح معاونین وزرا هستند طبعا یک مقداری ممکنه اختیارات لازم برای گفتگو و تصمیم های به قول شما خیلی سخت رو نداشته باشند. آیا ممکن هست در گفتگوی آینده مثل برخی از دوره‌هایی که در ژنو اتفاق افتاد وزرا بیان تا یک مقدار این تصمیم‌های سخت رو سریع‌تر بگیرن؟ این احتمال اتفاقا پیش‌بینی هم شده. مقدمتاً عرض بکنم که همونطور که شما گفتید این 6 کشور انتظار میره که با صدای واحد با ما صحبت بکنن و با همدیگه هماهنگ باشن. ما اصلا خواهان تفرق بین اونها نیستیم، چون اون وقت نمیتونیم اصلا مذاکره بکنیم وقتی صداهای مختلف باشه. ما هم انتظار داریم که اونها هماهنگ باشن و با صدای واحد با ما صحبت بکنن. وظیفه این هماهنگی به عهده خانم اشتون، یعنی ایشون وظیفه داره که 6 تا رو هماهنگ بکنه و بعد خودش به عنوان نماینده اونها با ما مذاکره بکنه. البته ما یک نگرانی داریم، پنهان هم نمی‌کنیم، به خود ایشون هم گفتیم که ما درسته در قرار هست که با خانم اشتون مذاکره بکنیم، مذاکرات به اصطلاح توافق نهایی رو، ولی هرگز حاضر نیستیم که یک مذاکره رو دوبار انجام بدیم. یعنی توافقی رو صورت بدیم که بعد یکی از طرفین، یکی از به هر حال اعضای گروه مقابل با اون مخالفت بکنه و بعد ما مجبور شیم که دوباره مذاکره رو باز بکنیم. این حادثه در توافق ژنو رخ داد و یکی از اعضای گروه مقابل ما برای یک همچین بازی رو شروع کرد، توافق ژنو رو در ژنو 2 متوقف کرد. و همینجا هم من حالا این نکته رو عرض بکنم که چون بعضی ادعاهای اون کشور الان کرده، یک کشور خاص توافق ژنو رو در یک مقطعی متوقف کرد. من میگم فرانسه بوده، من نگفتم. بعد اونها، ما به خانم اشتون گفتیم که این وظیفه شماست که هماهنگی بین خودتون رو ایجاد بکنید، ما متن رو مذاکره کردیم، حاضر نیستیم که دوباره مذاکره بکنیم، معقول هم نیست که ما در یک متن به تفاهم برسیم بعد یکی بخواد حالا به قول ما دبه در بیاره. بین ژنو 2 و ژنو 3 حدود 10 روز طول کشید تا اونها خودشون همدیگر هماهنگ کردن و دوباره برگشتن با یک موضع واحدی، خودشون اون عضو خودشون رو هماهنگ کردن و بعد از اینکه نظرات ما رو تأمین کردن دوباره به مذاکره برگشتن. در این توافق نهایی هم این نگرانی رو ما داریم، صراحتاً هم بهشون گفتیم که نباید دیگه اتفاق بیفته. مذاکرات با خانم اشتون صورت میگیره، ایشون 6 کشور رو هماهنگ میکنه، با موضع واحد اونها سراغ ما خواهد آمد، ولی ممکنه که همونطور که شما گفتی در مقطعی لازم باشه که وزرای خارجه 6 کشور خودشون به اصطلاح ملحق بشن برای اون تصمیمات سیاسی که باید گرفته بشه و در سطح بالا باید گرفته بشه. اینو مسیر مذاکره روشن خواهد کرد که لازم میشه یا نمیشه. متشکرم.